بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوار هستم تمامتون جور و صحتمند باشین. کتاب و کتابچه مضمون ریاضی تان بکشین همراه با قلم. مضمون ریاضی صنف چهارم، موضوع درسی ما کدام موضوع است قندولکا؟ آفرین، ضرب اعداد دو رقمی و چند رقمی است. درس 16 کتاب شماست قندولکا، جلسه چندم است، 54 صفحه کتاب ما، صفحه 59، و استادی که به شما درس میده استاد تهمینه یعقوبی است. خب قندولکا، یک مرور از درس گذشته اگه داشته باشین. درس گذشته ما چی بود؟ به یاد دارین؟ آفرین، درس گذشته ما ضرب اعداد چند رقمی با چند رقمی است که عینمو شکل ما به امروز هم میخوانیم، ولی کم سوالاتش مشکل تر کار میکنیم، کم سوالات که ارقامش بیشتر باشه. بخاطر از اینکه آخرین درسی است که شما ضرب یاد میگیرین، انشالله که بعد از ختم این درس شما در موضوع ضرب اعداد کدام مشکل نمیداشته باشین. شاگردای قندول، در صفحه 59 کتاب شما سوالات هست و تمرین است. از این بخش سوالات چند سوال شما کار میکنیم، مطابقی سوالایش ما بر شما کارخانگی میدم. انشالله که شما زمانی که سوالای کارخانگی را حل کردین، باز موضوع ضربی مشکل نمی داشته باشین. پس بیاین که ما سوالا را کار کرده بریم. شاگردای عزیز، از صفحه 59، نه خیر نه، از صفحه 49 کتاب شما سوالات ضرب به این شکل است. یک سوالش است چند است؟ عدد شما میبینین چند است؟ بله، 78200 ضرب در 13. ما باید عدد 78200 ضرب 13 کنیم، بعد از او حاصل ضربیشون باید ما دریافت کنیم. عدد 78200 چند رقمی است؟ 1 2 3 4 5. و عدد 13 دو رقمی است نه؟ یک رقم دو رقم. زمانی که ما یک عدد 5 رقمی را با یک عدد 3 رقمی ضرب کنیم، بیاین که ما کدام مراحل باید طی کنیم و حاصل ضرب به چه شکل ما پیدا کنیم. عدد جز اول ضربی را ما نوشته میکنیم. کدام عدد شاگردو؟ 78200 من نوشته میکنم. چند؟ 78200 ضرب در چیز قندولکا؟ بله، ضرب در 13. زمانی که ما ضرب 13 میکنیم، به یاد دارین از درسکای گذشتهتون ما چی کار میکنیم؟ آفرین، میگین که استاد از جز دوم ضربی رقم اولش ضرب ارقام جز اول ضربی میکنیم، باز از جز دوم ضربی رقم دومش یا رقم دههایش ضرب ارقام جز اول ضربی میکنیم. بیاین که ما بخیر شروع کنیم. قندولکا، ما رنگ قلم تغییر میدم بخاطر از اینکه شما دقیق تر و خوب تر بفهمین. جز اول ضربی را ما مشخص کنیم، کدام عدد است؟ 78200 چی است شاگردای عزیز؟ جز اول ضرب. جز دوم ضربی چیست قندولکا؟ عدد 13. جز دوم ضرب. خب قندولکا، از جز دوم ضرب رقم یک هایش کدام عدد است؟ 3. ما 3 را ضرب تمامی ارقام جز اول ضربی میکنیم. بیاین خیب ضرب کنیم. 3 ضرب در 0 چند میشه؟ 0. 3 باز هم ضرب در 0 0. حالا 3 ضرب در 2، عدد 3 دو بار در نفس خودش ضرب میشه. ضرب زبانی 3 3 را بخونیم. 1 3 3 2 3 چند میشه؟ 6. پس ما باید چی نوشته کنیم؟ عدد 6 باید نوشته کنیم. حالا 3 ضرب در 8
یعنی ما ضرب زبانی سه را میخوانیم تا عدد هشتمش، یعنی عدد سه هشت بار در نفس خودش باید ضرب شود. ببینید قندولک ها، یک سه، سه، دو سه، شش، سه سه، نو، چار سه، دوازده، پنج سه، پانزده، شش سه، هشده، هفت سه، بیست و یک، هشت سه چند میشه؟ آفرین، هشت سه میشه بیست و چهار. معدد بیست و چهار هم این قسمت نوشته میکنم، ببینین چهار کدام بخشش است؟ دو کدام بخش است؟ مرتبه یک ها، ده ها، صد ها، میریم در مرتبه چی؟ هزار ها. پس چهار مرتبه هزار ها میشه و دو مرتبه چی میشه؟ ده هزار ها. ده هزار ها. خب پس ما چی میکنم شاگردا؟ مرتبه هزار ها که عبارت از عدد چهار است، من نوشتش میکنم، دو چی میشه؟ اینجا بالای مرتبه دیگه حاصل میشه. حالا سه ضرب در چند؟ هفت. ببینید قندولا، زمانی که ما گفتیم سه ضرب در هشت بیست و چهار شد، پس سه ضرب در هفت سه عدد کمتر از اون میشه، یعنی هفت بار ضرب زبانی سه را ما میخوانیم. هشت سه که بیست و چهار شد، هفت سه چند میشه؟ بیست و یک میشه، نه سه عدد کمتر. زمانی که بیست و یک با دو جمع کنیم چند میشه؟ بیست و دو، بیست و چند؟ سه. بیست و یک همراه با عدد سه جمع دو جمع شد، چند شد؟ بیست و سه. پس ما عدد چند رو نوشته میکنم؟ بیست و سه. حالا مرتبه ده ها کدام عدد است؟ عدد یک است با تمامی ارقام مرتبه، با کدام عدد؟ با تمامی ارقام جز اول ضربی ما ضرب میکنیم. یک با تمامی از اینا ما چی میکنیم؟ ضرب میکنیم. یک ضرب در صفر، خو صفر میشه تحت مرتبه ده ها باید نوشته شود. یک ضرب در صفر، صفر. باز یک ضرب در صفر، صفر. یک ضرب در دو، دو. یک ضرب در هشت چند میشه؟ هشت. حالا یک ضرب در هفت، هفت. این قسمت ما چی میکنیم قندولا؟ بله جمع میکنیم. این قسمت به نام چی یاد میشه؟ مراحل ضربی. مراحل ضرب. حالا ما جمع کنیم، ببینین صفر جمع صفر، صفر. باز هم صفر جمع صفر، صفر. شش جمع صفر چند میشه؟ شش. چهار جمع دو، عدد چهار، دو عدد دیگه هم بالایش اضافه کنیم چند میشه؟ بله مساوی میشه به شش. سه جمع هشت، بالای عدد سه هشت عدد دیگر زمانی که ما اضافه کنیم چند میشه؟ سه جمع هشت، آفرین، مساوی به یازده میشه. یازده را من یکش نوشته میکنم قندولا، یک دیگهش چی میشه؟ اینجا حاصل میشه. حالا دو جمع هفت چند شد؟ دو جمع هفت مساوی به نو میشه. نو جمع یک مساوی به چند میشه؟ پس ده میشه. این قسمت شاگردای عزیز به نام چی یاد میشه؟ حاصل ضربی و یا حاصل ضرب. پس حاصل ضرب مساوی به کدام عدد شد؟ ما طبقه بندی کرده میتونیم؟ بله بیاین که ما ایره طبقه بندی کنیم، اعداد ما منظم بخونیم و نوشته خو شده. ببینیم زمانی که ما سه خانه جدا کردیم باز هم چند میشه؟ سه خانه جدا میکنیم. یک میلیون و شانزده هزار و ششصد حاصل ضربی کدام عدد است؟ عددی که هفتاد و هشت هزار و دوصد ضرب در سیزده شده، این عدد حاصل شده. شما میبینین صفر اول مرتبه چی است؟ یک ها. بله صفر دوم مرتبه ده ها.
مرتبه صدها، یک هزارها، ده هزارها، صد هزارها. یک هزارها و یا مرتبه هزارها هم گفته میتونیم شاگردا. هزارها، ده هزارها، ده هزارها، مرتبه صد هزارها و مرتبه چی؟ یک میلیون و یا میلیون ها. میلیون ها. دیدیم شاگردای عزیز، ما عدد طبقه بندی کردیم و ضربش کردیم. بازم شاگردای عزیز، به خاطر از اینکه ما و شما یک سوال ضرب کرده بتانیم، کدام مراحل ما گفتیم مد نظر باید بگیریم؟ آفرین، مراحل را که باید مد نظر بگیریم، از جزء دوم ضربی ما ضرب چی میکنیم؟ شروع میکنیم شاگردای عزیز. از جزء دوم ضربی ما ضرب شروع کردیم. رقم اول جزء ضربی هر آن عددی که بود، ما ضرب تمامی ارقام جزء اول ضربی میکنیم. قسمی که شما میبینین شاگردا، از جزء دوم ضربی ما رقمش چی بود؟ سه بود. ما سه را ضرب چی کردیم؟ تمامی ارقام جز اول ضربی کردیم. بعدش به تقیبش هر آن عددی که در پهلویش قرار داشت، یعنی رقم ده ها میشه و یا مرتبه ده ها میشه، همو مرتبه ده ها را ضرب تمامی ارقام جز اول ضربی میکنیم، با تفاوت از این که شاگردای عزیز، زمانی که ما مرتبه ده ها را ضرب کردیم، در مراحل ضربی تحت مرتبه ده ها باید ناشته کنیم. زمانی که ضرب خلاص شد، از قسمت مراحل ضربی با مراد کردن ناشتن مرتبه های اعداد به شکل درستش، ما چی میکنیم؟ جمع میکنیم. زمانی که جمع کردیم، حاصل جمع هر آن قیمتی که شد، اونمو جواب حاصل ضرب یک عدد چند رقمی با یک عدد چند رقمی است؟ دو رقمی است. خب شاگردای عزیز قندل، به خاطر ازی که شما درس خوب صحیح یاد گرفته باشین، باز هم بر شما کارخانگی مد نظر گرفتیم. از صفحه 49 کتاب شما سه سوال ما کارخانگی بر شما نوشته کردیم. این سه دونه سواله که شما حل کنین، انشالله بعد از حل کردن این سه سوال، شما کدام مشکل در ضرب اعداد چند رقمی با دو رقمی نمیداشته باشین. شاگردای قندل ما، تا ای که ما شما درس بعدی رو میداشته باشیم، همراه با هم یک جای درس یاد میگیریم و میخوانیم. تمامی شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدارتان.